احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین با ما همراه شدن. آقای مهرابی، تا اینجای کار کدوم وزیر پیشنهادی برنامه برای رفع مشکلات موجود ارائه داده؟ در جلسه امروز یکی از مهمترین موضوعات درگیری حامیان و مخالفان وزیر اطلاعات بود که اتفاقا هم حامیان و هم مخالفان از دو طیف تندرو بودن. به هر حال آقای خطیب در دوره مدیر کل اطلاعات قم بوده و بحثایی که در جلسه امروز مطرح شد نشون میده که با وجود اینکه به هر حال این دو گروه در حمایت از رهبری جمهوری اسلامی متحد بودند، اما درگیری‌های شدید پشت پرده‌ای داشتند. از یک طرف آقای جلالی نماینده رفسنجان که زمانی رئیس دفتر آیت الله مصباح یزدی و از چهره‌های خیلی تندرو بودند، در مخالفت با آقای خطیب صحبت کردند و معتقد بودند که او در مقابل گروه‌هایی که به هر حال او فتنه‌گر مینامید یا گروه‌های مذهبی دیگه از جمله طرفداران جنبش سبز یا گروه‌های مانند گروه آیت الله شیرازی به اندازه‌ای که لازم بوده برخورد نکرده و او را متهم کرد که در برخورد با گروه‌های مخالف رهبر جمهوری اسلامی سهل‌انگاری کرده. از سوی دیگه آقای زنور که خودش زمانی رئیس تیپ امام صادق بوده که این تیپ سپاه پاسداران وظیفه برخورد با روحانیون منتقد آیت الله خامنه‌ای را داشته، در دفاع از آقای خطیب صحبت کرد و اعلام کرد که به هر حال او در موارد متعددی با مخالفان جمهوری اسلامی برخورد کرده و گفت که آقای خاتمی زمانی که رئیس جمهور شده یکی از شرطهاش برای آقای یونسی وزیر اطلاعات برکناری آقای خطیب از سمت مدیر کلی اطلاعات قم بوده و او آقای خطیب بعد هم توسط آقای احمدی نژاد در دوره عرض شده و رئیس حراست دفتر رهبری جمهوری اسلامی بوده. آقای خطیب همینطور متهمه که با اکبر طبری که پرونده فساد اقتصادیش در دوره صادق لاریجانی رخ داده بود به نوعی همراه بوده و تا حالا سابقه نداشته که به هر حال درباره وزیر اطلاعات تا این حد در صحنه علنی بین خود اصولگرایان درگیری رخ بده. به هر حال در دورهای قبل برخی از نمایندگان اصلاح طلب به وزیر اطلاعات انتقاد کردن یا علیه او سخن گفتن، اما به هر حال این حجم از درگیری شدید درباره وزیر اطلاعات و متهم بودن او به نقش داشتن در فساد اقتصادی به این شکل عملا بی سابقه است. آقای مهرابی، این وزیر اطلاعات از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ظرف 4 سال گفته ارتباطات ببخشید. ارزیابی شما از این سخنان چه؟ به نظر شما اصلا امکان پذیر هست؟ به هر حال در جلسه روز شنبه مجلس برخی از نمایندگان انتقاد کرده بودند که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه‌اش برای راه اندازی شبکه ملی مشخص نیست و همینطور کمیسیون فرهنگی مجلس به نوعی ابراز امیدواری کرده بود که او بتونه طرح محدود کردن اینترنت که موسوم به طرح صیانت از فضای مجازی هست را اجرا بکنه. به هر حال نمایندگان مجلس در جهتی حرکت میکنن که دولت آقای رئیسی هم خیلی چندان با او مشکلی نداره و هر دو بر محدودسازی فضای اینترنت اشتراک دارن، اما به هر حال درباره جزئیاتش بحث هست و اینکه وزیر بتونه یا نه خیلی روش بحث هست، چون این شبکه 15 ساله که بحثش مطرح هست و هزینه های زیادی هم شده، اما هنوز به لحاظ اجرایی اینترنت ملی و اینترنت جهانی جدا نشدن که این بحث به هر حال به نوعی مطلوب اصولگرایان هست که این دو جدا بشن. خب الان با توجه به این نکاتی که شما اشاره کردین، مشکلات موجود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران الان در حال حاضر چی هستش و چقدر تو برنامه وزیر پیشنهادی به این موارد اصلا توجه شده؟ وزیر پیشنهادی سابقه چندانی عملا نداشته در این حوزه و سوابقش تنها به نوعی بیشترین سابقهش مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه بوده که اون هم فعالیتی در حد گسترده نداشته. به هر حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بجز موضوع اینترنت که در فضای عمومی فقط مطرح میشه در حوزه‌های مختلفی درگیری‌های زیادی داره، از جمله خود موضوع مخابرات که در دوره خصوصی سازی شده و به تعبیری به سپاه پاسداران واگذار
واگذار شده، اما هنوز مشکلات جدی در این باره وجود داره. درباره بحث زیرساخت‌ها که به هر حال در دولت‌های قبل شروع شده اما مشکلات زیادی وجود داره. به هر حال در سال‌های اخیر اپراتورها یک سری منافعی به دست آوردن که اون منافع خیلی منافع زیادی هست و این موضوع درگیری‌های زیادی را ایجاد کرده و در برنامه‌های وزیر پیشنهادی راه حلی برای حل این مشکلات به چشم نمی‌خوره. سپاسگزارم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار که از برلین با ما همراه بودیم.